در مختصریابی دقت عمل در پیدا کردن وضعیت اون هدف بسیار مهمه. در منطقه‌ای که شما یه عدد ویدیوهای مورد نظرتون رو تایید شده تعیین می‌کنید یا به دنبال اون هستید، مثل ویدیوهای 55 ترشد 45 یا هر ویدیوهای دیگه‌ای که مد نظرتونه، مس، نقره، آهن، آلومینیوم، برنز، برنج، اون رو انتخاب می‌کنید و میان ترشد خاص خودتون رو میدید. شرایط ترکیبی تشخیص هدف واکنش به اون منبع داره که شما تعیین کردید. حالا فکر کنیم در جای ما ویدیوهای 55 ترشد 45 رو انتخاب کردیم. ویدیوهای 55 ترشد 45. زمانی که ویدیوهای 55 ترشد 45 رو مشخص میکنیم، یک محدوده ای رو ما مورد بررسی قرار میدیم و واکنش های اون رو به دست میاریم. حالا چه در سیستم آنتنی و چه در سیستم تصویری، یعنی نوع لکه سرنگی یا تفکیک رنگ. سیستم یک منطقه رو مانند این مشخص میکنه. دیواره هاشو به دست میارین، ازلاشو به دست میارین، نقاط متفاوتش، نقاط دیواره خارجی داخلی و تا مرکز هدف. این محدوده با ویدیوهای مورد نظرتون مشخص میشه و کدهای دیگه هم که مربوط به ترشهولدا و ویدیوهای دیگه هم هست رو میدید که بتونید اون هدف رو مورد بررسی قرار بدید که هدف اصلیه یا منابع همگنه، همشکله یا چیزی شبیه اونه، یا اون ویدیوهایی که مربوط به نوع هدف، از نظر مقابل هدف، کنار هدف، دیواره هدف، نقاط دارای یون، نقاط دارای مغناطیس رو میدید. اون عملیاتی رو که یک اپراتور حرفه‌ای برای مشخص کردن وضعیت اصلی مرکز هدف استفاده می‌کنه مورد بررسی با ویدیو و ترشد قرار می‌گیره و این محدوده مشخص میشه و مرکز هدف. تا اینجا مشخصه عمه عملیات‌ها انجام شده رو ویدیوهای گوناگون و ازلا و زوایا و اون کارهای حرفه‌ای که در آموزش‌ها و نحوه عملیات هست. بعد از اینا میتونیم بیایم ویدیوهای 100 ترشولد 45 رو بدیم. در صورتی که ما ویدیوهای 100 ترشولد 45 رو بدیم، چندین موضوع متفاوت پیش میاد که خب اون تو زمان تست ها هستش که به چه صورته. خب اگه ما ویدیوهای 100 ترشد 45 رو بدیم بره همون نقطه، همون محدوده، یا هر ویدیوهایی از 100 و ترشد ها رو بدیم، ویدیوهای 100 و ترشد های مختلف بره همون نقطه و محدوده رو بگیره که هدف اصلی بوده، خب امکان وجود هدف از بین بیره و مرکزشون یکی باشه. ولی در صورتی که این اتفاق نیفته، شما زمانی که ویدیوهای 100 ترشد 45 رو میدید، میاد این محدوده جنوبی منطقه اون هدف اصلی رو میگیره با دیواره ها و تمام موضوعاتی که داره، با دیواره ها و تمام موضوعات نقطه داخلی خارجی، همه رو برای محدوده مانند محدوده یه حفره وجود داره، ولی اینجا حفره و چاله و امثال اینا دست خورد و خالی نیست. این یک جریان تشخیصی در نحوه عمل کردی. ولی اگه شما در همین هک ویدیوهای 100 ترشد 45 رو میدید، این منطقه رو میگیره، این محدوده رو میگیره و همه دیوارهاش درسته و دیواره های این باید با نظم دیواره های این و اندازه همه چیز این بخونه یکسان، اونجایی که ویدیوهای 55 ترشد 45 فقط گرفته، ویدیوهای 100 ترشد 45 و تمام مشخصاتش در جنوبه، این به صورت ازلاء دقیق و با ترکیب شبیه اون ولی مجزا از اون مختصادیابی اصلی اون منطقه رو بگیره. خب اینجا تا حدودی اگر عملیات اصلی برای تفکیک انجام شده، این هدف همون هدف ویدیوهای 55 ترشد 45. البته بعد در مرکزیابیش دقت کنید، چون امکان داره شما اگه مرکز این قسمتی رو که با ویدیوهای 55 ترشد 45 گرفتید درست نباشه، اینم در نقطه اصلی خودش در جنوب این در نمیاد، در نقاط دیگه شکل میگیره. حالا اگه در همین جستجو و در همین نوع عمل کرد، شما بیاین ویدیوهای 100 هر کدوم از ترشولدها رو بدید و بره این نقطه جنوبی رو بگیره برای ما، نقطه ای رو بگیره که در اصل جنوب اون هستش، اینجا بحث یه ذره متفاوت تر میشه، میره جنوب اینجا رو بگیره. یعنی هر کدوم از اون ویدیوهای
وسط با ترش هلدای دیگه بیاد همینجا رو بگیره، دیواره هاش همین باشه، یا اصلا بیاد همین محدوده و منطقه رو که ویدیوهای 55 ترش هلد 45 گرفته که اصلا هدف منتفی میشه. ولی اگه بیاد اینجا رو هم نگیره ولی بیاد این قسمت جنوبی رو بگیره با ویدیوهای 100 ترش هلد 45 یا هر ترش هلد دیگه ای، اینا متفاوته. اگه با ویدیوهای 100 ترش هلد 45 فقط اینجا رو بگیره و اینجا هم فقط ویدیوهای 55 ترش هلد 45 بگیره هدف، میتونید روش تاییدیه بگیرید به شرطی که مرکزش رو درست پیدا. ولی اگه بیاد با ویدیوهای 100 هر کدوم از ترش هلدهای دیگه این محدوده رو در جنوب بگیره یا خود این محدوده رو بگیره به عنوان اینکه اون محدوده هدفه، اینجا اون هدف وجود نداره، اینجا اون هدف نیست. پس اگه ویدیوهای 100 ترش هلد 45 اینجا رو بگیره هدف نیست. اگه ویدیوهای 100 هر ترش هلد دیگه محدوده رو بگیره که ویدیوهای 55 ترش هلد 45 گرفته، بازم هدف نیست. اگه ویدیوهای 100 ترش هلد 45 بیاد جنوب اون رو عین ازلا و اندازه دقیق اون بگیره، اون چیزی که در ویدیوهای 55 ترش هلد 45 گرفته، ولی ویدیوهای دیگه هم بیاد دوباره اینجا رو بگیره، خب اون هدف اصلیتون نیست. اینا شرایط تشخیص در یک وضعیت صحنه کاری که بعد در نظر داشته باشید به چه صورته. در مورد نحوه عملکرد در تصویری ها باید همین دقت رو داشته باشید و همین جداسازی رو عمل کنید تا بتونیم بهترین کیفیت رو داشته باشید. همونجوری که در آنتنیا هست در اینها وجود داره که شما بتونید بهترین کیفیت رو در نحوه جستجوها و مختصات یابیتون به دست